به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک ناصر فرزام، پلیس کابل میگوید که عملیاتی را در ساحه ویصل آباد مربوط ناحیه هفتم شهر کابل علیه فروشندگان مواد مخدر برا انداخته است. ساحه انسداد است و از مردم محل خواسته شده تا پایان عملیات در خانه بمانند و حتی المقدور با پلیس هم کار باشند. این در حال است وزارت امور داخله در یک ماه گذشته 1455 رویداد جرمی در کشور ثبت شده است. وزارت امور داخله می گوید که حدود 1500 واقعه جرمی در سراسر کشور ثبت شده است و بیش از 2000 تن در پیوند به آن بازداشت شدند. به گفته مسئولان در وزارت امور داخله دست کم 146 واقعه جرمی در کمتر از یک ماه گذشته در کابل اتفاق افتاده است و 133 تن از افراد مظنون در پیوند به آن بازداشت شدند. افزون بر این مسئولان در این وزارت تصریح می کنند که در عملیات علیه جنگجویان طالبان در یک ماه اخیر در کشور نزدیک به 889 تن از افراد طالبان به شمول یک فرمانده مشهور این گروه کشته و 449 تن آنان زخمی شدند. این وزارت می گوید که در این عملیات ها سلاح، مهمات، مواد انفجاری و وسایل نقلیه گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. وزارت امور داخله همچنان از بازداشت 15 تن از افراد وابسته به گروه طالبان و شبکه حقانی که می خواستند کارمندان دولتی را هدف قرار دهند خبر می دهد. این در حالی است که میزان جرایم جنایی و ترورهای هدفمند در کابل و برخی دیگر از ولایت‌ها افزایش یافته است. وزارت امور داخله میگوید که پلیس تلاش‌هایش برای مهار جرایم جنایی و ترورهای هدفمند را افزایش داده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 21 میزان در یک نشست خبری گفت که در جریان یک ماه گذشته 1455 واقعات جرمی در کشور ثبت شده است و در پیوند به آن 2181 تن نیز بازداشت شدند. به گفته آقای آریان این افراد به جرم اختطاف، قتل، کشتارهای انتقام جویانه و اخلال امن و نظم عامه بازداشت شدند. دوسیه های یک تعداد آنها به لوی سارنولی فرستاده شده است و افزود که 61 تن به اتهام سرقت مسلحانه و 177 تن به اتهام قتل های مختلف بازداشت شدند. این افراد به سرقت‌های مسلحانه، فروش مواد مخدر، اختطاف، جرایم اخلاقی، کیسه‌بری و سایر جرایم متهم شدند و دوسیه‌های برخی از آنان به لوی سارنولی راجع شده است. طارق آریان همچنان تصریح می‌کند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در یک ماه گذشته نزدیک به 889 تن از جنگجویان طالبان کشته و 449 تن از افراد آنها زخمی شدند. به گفته سخنگوی وزارت امور داخله یک گروه 100 نفری به خاطر عمله های هدفمند گماشته شدند که از میان این افراد 15 تن آنان بازداشت شدند. این افراد اعتراف کردند که توسط گروه طالبان و شبکه حقانی برای کشتن کارمندان دولتی گماشته شدند. افزون بر این افراد یک گروه ماینسازشان نیز بازداشت شده است. بر اساس آمار وزارت امور داخله صدها القماین که توسط طالبان در مسیرهای عمومی و ولسوالی ها جاسازی شده بود در جریان یک ماه اخیر توسط پلیس کشف و خونسا شده است. طارق آریان همچنان گفت که در جریان درگیری های روزهای اخیر هلمند 80 تن از جنگجویان طالبان کشته و حدود 100 تن آنان زخمی شدند. بر اساس معلومات وزارت امور داخله دست کم 53 عملیات مستقل و مشترک در روزهای اخیر در شهر و ولسوالی های کابل علیه جنگجویان طالبان راندازی شده است. به گفته آقای آریان یک فرمانده گروه طالبان به نام اولگل از میدان وردک به طرف پغمان در حرکت بود. با دو تن از امراهانش توسط نیروهای پلیس کشته شدند. وی تصریح می کند که این فرمانده طالب در مسیر پغمان میدان وردک و ارغنده فعالیت داشته و در قتل شمار زیاد از غیر نظامیان و نیروهای امنیتی دست داشته است. وزارت امور داخله همچنان می گوید که 48 تن از افراد طالبان توسط پلیس زخمی و 6 نفر مشکوک نیز بازداشت شدند.
به گفته طارق آریان، طالبان در شهر و ولسوالی های کابل حضور فعال ندارند، اما هر روزگاه تحرکاتی دارند که با واکنش پلیس مواجه می شود. مسئولان در این وزارت همچنان می گویند که 60 میل سلاح سبک 179 عدد پرتله، 16 فایر مرمی سلاح سنگین، 15 عدد سرگلوله، 14 قبضه بمب دستی، 150 کیلو و 170 لیتر مواد انفجاری، 70 بوری امونیوم نایتریت گروه طالبان در جریان 20 روز اخیر به دست پلیس افتاده است. وزارت امور داخله تصریح می کند که در 20 روز گذشته 51 القماین توسط نیروهای امنیتی در شهر کابل کشف و خونسا شده است. آقای آریان در واکنش به اعلامیه گروه طالبان که ادعا کرده بودند با مجرمان برخورد جدی خواهند داشت گفت که طالبان در میدانهای نبرد و سیاست بازندند و اکنون به جنگ تبلیغاتی رو آوردند. سخنگوی وزارت امور داخله گفت که مجرمان در سایه گروه طالبان حضور دارند و این گروه افزون بر حمایت از آنان خود در قتل غیر نظامیان از جمله خبرنگاران دست دارد. گفتنی است که میزان جرایم جنایی در کابل طی روزهای اخیر افزایش یافته است. نهادهای امنیتی حدود 3 ماه پیش طرح میثاق امنیتی را در شهر کابل و در ادامه در هرات اجرایی کردند، اما مردم و اعضای مجلس نمایندگان بر این نظرند که این طرح کارایی نداشته است. اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومیشان نیز تصریح کردند که با اجرایی شدن طرح میثاق امنیتی وضعیت امنیتی شهر کابل بدتر شده است. این در حالی است که بیشتر مردم از ناامنی در نواحی کابل شکایت دارند و حتی پلیس را به همسویی با دزدان متهم می کنند. وزارت امور داخله می گوید که حدود 1,500 واقعه جرمی در سراسر کشور ثبت شده است و بیش از 2,000 تن در پیوند به آن بازداشت شدند. به گفته مسئولان در وزارت امور داخله دست کم 146 واقعه جرمی در کمتر از یک ماه گذشته در کابل اتفاق افتاده است و 133 تن از افراد مظنون در پیوند به آن بازداشت شدند. افزون بر این مسئولان در این وزارت تصریح می کنند که در عملیات علیه جنگجویان طالبان در یک ماه اخیر در کشور نزدیک به 889 تن از افراد طالبان به شمول یک فرمانده مشهور این گروه کشته و 449 تن آنان زخمی شدند. این وزارت می گوید که در این عملیات ها سلاح، مهمات، مواد انفجاری و وسایل نقلیه گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. وزارت امور داخله همچنان از بازداشت 15 تن از افراد وابسته به گروه طالبان و شبکه حقانی که می خواستند کارمندان دولتی را هدف قرار دهند خبر می دهد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.